تحول کم نظیر در صحنه سیاسی افغانستان. رولاغنی اولین همسر یکی از نامزادهای ریاست جمهوری است که در حمایت از شوهرش اشرف غنی احمدزی در جمع هواداران او در جریان رقابت‌های انتخاباتی حضور یافت. او حالا بانوی اول افغانستان است و فعالیت‌هایش را از داخل ارگ یا کاخ ریاست جمهوری شروع کرده. من هم برای اولین بار پس از چند سال به کشورم بازگشتم تا با خانم غنی که تقویت نقش زنان در صدر برنامه‌هایش قرار دارد دیدار کنم. از ابتدا در مورد نقش شما زیاد نظریات وجود داشت. دفترتان باز کردین؟ آه بله، نمی 3-4 روز شد که شروع کردیم. هنوز در حال تکمیل است، هنوز کاملا چیز نشد. منتها یک سکرتر دارم و همینجا هستم، یک جای دارم که مردم را ببینیم. تمرکز شما به چه کارهای خود بود؟ در کارهای اجتماعی. ما همیشه علاقه ما است به مردم که وضعشان خوب نیست، تقاضای ما است که باید اونا را کمک کنیم. منتها کمک ما البته رقم humanitarian aid نخواد باشه. ما میخوام که اونا کمک کنم که اونا با پای خود ایستاد شو و خانوما خودشان باید قرار بگیرن که چی میخوان کنن، چطور میخوان میکنن. تانا میخوان بفهمن که ما پشتیبانیشان میکنم، ولی کار در بین دستایشان است. بانوی اول که درست چند روز است وارد کاخ ریاست جمهوری شده، حساسیت های جامعه را به خوبی درک میکند. او میگوید قصد ندارد سنت های مروج در جامعه را تغییر بدهد و تلاش میکند فرهنگ نگاه احترام آمیز به زن را نهادی نکند. وقتی که رئیس جمهور در مراسم تالیفش از شما تشکری کرد، چه حسی داشتی؟ ما بسیار خوش بودم که امیتور علنان با کلگی را گفته بود که مرا احترام داره و که تقدیر داره برای کار که میکنم. و خواهش ما است که هر مرد افغان در این مرحله میرسه که تقدیر و تجلیل خانمایش، دخترایش، مادرش برسه. از خاطر که اینمی مهمترین چیز است که باید که خانم در جامعه احترام حس کنه. زیز؟ وضعیت زنان در افغانستان امروز چطور میبینین؟ ام خوب است، ام بد است. فکر میکنم که اینمی چیز که میبینین که چندین زن هستن بسیار فعال هستن در مجال سیاسی و در پارلمان هستن یا در جامعه مدنی هستن. ما فکر میکنم که این خانوما بسیار قوی هستن، بسیار خوب میتونن افکارشون پیش کنن. آسایی سنوز اوزا بخی واز نیست پیششان، مونتا کارشان پیش میبرن. ولی یک تعداد زنا زیاد هستن که کار میکنن و کار فامیل انجام میتن و پیش میبرن، اولادا تربیه میکنن، کار خانه میکنن، ولی کس برایشان کدام تقدیر نمیکنن. من میگم که باید تقدیر شو، امی رول بسیار مهم است. در زمانی که ریاست جمهوری را در آینده ترک میکنید، درست آوردنتان چی خواهد بود؟ اگر تانیستم که اینمی موقع خانم در جامعه بلند کنم و که محترم شوه، این برای ما بسیار خوب، یک خوب انجام است. رولاغنی از دیگر بانوان اول افغانستان متفاوت است. او در شهر بیروت لبنان و در یک خانواده مسیحی به دنیا آمده. رولاغنی و اشرف غنی احمدزی در دهه 70 میلادی در دوران تحصیل در دانشگاه آمریکایی در بیروت با هم آشنا و دوست شدند. مدت بعد هم تصمیم گرفتند ازدواج کنند. راضی ساختن خانواده تان مشکل بود؟ ایتون مشکل زیاد نبود. اونا هنوز یک کمی خوش نبودن که اکا دور می رفتم.
حتما مادریم پدریم خوشتر می بود اگر بچه همسایه بگیرم که نزدیکشون باشم که هر روز مرا ببینن. و در وقت تلفن بسیار کم آدم میکرد، البته یک دفعه در ماه یا یک دفعه هر دو ماه. پدرم اومده امرای ما افغانستان و فامیل دکتر صاحب شناختن و موافقتش داد که عروسی کنیم. وقتی که افغانستان اومدین با فامیل آقای احمدزی دیدن کردین و زندگی میکردین اونجا، با کدام مشکلات روبرو نشدین؟ نه خیر، وضع اجتماعی افغانستان بسیار نزدیک بود به وضع لبنان که مادر کلانم برای ما قصه میکرد، که البته 30 سال پیشتر یا 40 سال پیشتر لبنان همینطور بود. ما که اومدم هیچ سر ما اینطور تغییر زیاد نبود. میفهمیدم که در کدام که چی وقت باید گپ بزنم، چی وقت باید احترام برای نفر کنم، چی وقت چی رقم نان خوردن. امین نان بسیار اینی چیز در لبنان و بسیار برنج و گوشت و سالاد بود، امیتور در لبنان امی چیز میخوریم. اینطور بسیار تغییرات سر ما نخورده، بسیار با آسانی ما در فامیل شامل شدم. رولاغنی دست کم تایی 3 ماه آینده سرگرم دیدار با زنان و شنیدن مشکلات آنها خواهد بود. بسیاری از فعالان زن امیدوارند که بانوی اول افغانستان بتواند در اجرای برنامه هایش موفق باشد. اما خانم غنی بدون شک بانبوه از چالش ها روبرو خواهد بود. بعضی ها نگرانند که سنتی و مردسالار بودن جامعه افغانستان خود میتواند مانع بزرگ بر سر راه فعالیت های خانم غنی ایجاد کند. سنا صفی، BBC.